ساعت 14:30 روز شنبه 29 بهمن به وقت بغداد که 397 تن از مجاهدان اشرف پس از 24 ساعت بازرسی پرقیز و کین و کشاکش در مقابله با رفتار ضد انسانی و غیرقانونی مأموران عراقی بالاخره از اتوبوس‌ها در کمپ لیبرتی پیاده شدند، به روشنی اثبات شد که چرا نمی‌گذاشتند چند تن از مهندسان اشرف از این محل بازدید کنند. همچنین با بازدید وکلا و حقوقدانان بین‌المللی و بازدید 23 تن از ژنرال‌ها و شخصیت‌های آمریکایی از جمله شهردار نیویورک از این محل قبل از انتقال مجاهدین مخالفت شده بود. اکنون معلوم شده است که جدای از معیارهای حقوق بشر، این محل حتی از لحاظ ابتدایی ترین نیازهای ساختاری و فنی نیز فاقد حداقل هاست و تکنسیانی که تحت نام دهان پرکن متخصص سرپناه سازی وادار به تأیید استانداردها شده بود، از آفریقا به این محل فراخوانده شده و از هیچ دانش فنی و تخصصی و بهداشتی برخوردار نبوده است. بنگال‌ها و سرویس‌های محل آنقدر کثیف و آلوده است که ساکنان مجبور شدند نخستین شب را در اتوبوس و خودروها به سر ببرند. مجاهدان اشرف با محلی روبرو شدند که بنگال‌های قراضه و فرسوده آن قابل استفاده نیست. مشکل کمبود آب و آبرسانی به شدت وجود دارد. گفته می شود برق هم مانند زندان‌ها از ساعت 10:30 شب به بعد قطع می شود. منابع اصلی آب خالی است و مسئولان عراقی تازه وعده می دهند که شبانه با تانکر منابع را پر می کنند و فردا لوله می آورند تا خود ساکنان لوله کشی های لازم را انجام بدهند. به نظر می رسد که کارشناس سرپناه سازی که از آفریقا شتابان برای تأیید زیر ساخت ها آورده شده بود به الزامات لوله کشی آب هم وارد نبوده و یا در آفریقا آب بدون لوله کشی مصرف می کرده است. این در حالی است که در اطلاعیه 31 ژانویه یونامی به ریاست آقای مارتین کوبلر اعلام شده بود ساختار و امکانات کمپ لیبرتی طبق استانداردهای انسان دوستانه بین المللی است و کمپ به تازگی برای جا دادن 5500 نفر شکل داده شده است. اطلاعیه یونامی بر اساس گزارش همان تکنسیان سرپناه سازی وانمود می کرد که محل مورد تأیید کمیساریای عالی پناهندگان است، اما کمیساریا یک روز بعد در بیانیه خود تصریح کرد که محل جدید در دست آماده سازی است و کمیساریا در زمینه فنی برای بهبود زیر ساخت های کمپ مشاوره می دهد. اکنون یک روز پس از ورود مجاهدین اشرف به لیبرتی معلوم می شود که حتی از جهات فنی و ساختاری نیز گزارش سرهمبندی شده از سوی تکنسیان سرپناه سازی